آوردند که مرد برای حاجت از خانه بیرون آمد. در سری راه او با جوان واخور. جوان با مهربانی و صمیمیت او را به خانهش تکلیف نمود. آن مرد دعوت را قبول نمود. پس از مهمانداری جوان خرسند و خوشحالانه به آن مرد 4 خلطه گندم و تحفه های زیادی را تقدیم نمود. مرد در تعجب شد و گفت: ای جوان مرد، من در حیرتم، تو را نمیشناسم و به تو نکویی نکردم، این اکرام بزرگ برای من چی میکنی؟ جوان با درد و الم از پدر درگذشتهش با آب دیده و حسرت یاد کرده گفت: وقتی پدرم از دنیا درگذشتند من کودک بودم، ولی چهره گرم و نورانی او همیشه در نظر است. بدان که شما به پدرم مانند بودید، خواستم که به مانند پدر خود نکویی کنم. دورهای کودکی آغوش گرمی پدرم، دورهای بچگی آغوش گرمی پدرم، هرگهی که یاد می آورم دلم گم می زند، با سری خم گشته بر سوی مزارش می روم، در دماغم بوی او آخر دلم گم می زند. پدرم در نوبهار زندگی بر وقت رفت، ماند ما را بعد خود گویا برای درد و غم، زنده ها از غم نمی میرم فهمیدم اکنون، زندگانی سخت شد به دست نرمی پدرم. اهل مردم یاد دارد تا کنون، نزدی پدر می روم گویان گریه های من، دردمی دروازه با چشمان چار و انتظار، با امیدی دیدنی رویش بودم های من. ای قامتی زیبای او در نزد چشمم جلوگر، سایبانم هیچگاه دیگر نیامد نزد من. دورهای کودکی آغوش گرمی پدرم، ای دورهای بچگی آغوش گرمی پدرم، هرگهی که یاد می آورم دلم گم می زند،
دلم گم میزنه، دلم گم میزنه.